کمیته ملی المپیک کشورمون هم با ارسال نامه‌ای و اعلام موضوعاتی از جمله تعطیلی اردوها و شرایط نامشخص مسابقات کسب سهمیه خواستار تعویق المپیک 2020 شده. از همین رو گفتگو می‌کنم با دکتر صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران. سلام آقای دکتر، عید شما مبارک. از جزئیات این نامه برامون بیشتر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و اخلاص دارم خدمت شما و بینندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی. ایام رو تبریک عرض میکنم و برای همه مردمی که در سختی و در بستر بیماری هستند، خصوصا برای پزشکان و کادر درمانی ما، آرزوی عزت و سلامت دارم. در خصوص موضوعی که مطرح کردید، بسیار مهمه برای کمیته بین‌المللی المپیک. دلیل اینکه بعد از جنگ جهانی دوم و اولین باره که دارن در خصوص تأخیر این رویداد تصمیم گیری میکنن. دو تا مانع اصلی وجود داره به نظر من و بقیه مسائل قابل حل و فصل خواهد بود. مانع اول این است که ژاپن 12 میلیارد دلار هزینه کرده و نگران بازگشت این سرمایه‌گذاری خودش هست. نکته دوم برمیگرده به خود کمیته ملی المپیک که خوب به تمام درآمدها و منابع اصلیش از اسپانسرهای تبلیغاتی است که حدود درآمد حدود 3 میلیارد یورو هست، اون هم از این درآمد در این مقطع محروم خواهد شد. اما نکته مهم این است که ما تا کنون تلاش زیادی کردیم برای متقاعد کردن کمیته ملی المپیک به خاطر تعویق یا به تأخیر انداختن یک ساله. دو تا سناریو مطرح است، اینا در 2020 برگزار کنن تا ماه دسامبر، یعنی حدود قبل از آبان آذر وقت دارن. اگر چنانچه بخوان در تابستان برگزار کنن، چون عنوان المپیک تابستانی است، باید ببرن برای سال بعد، در حقیقت مرداد سال آتی. در چنین وضعیتی ما دو هفته قبل مکاتبه کردیم با جناب آقای توماس ماخ، رئیس کمیته بین المپیک، و خواهان تعویق شدیم. رونوشت ناممون رو به اکثر کشورهای معتبر ارسال کردیم، چین، کره، اونا که درگیر بودن ارسال کردیم. در اون مقطع هنوز اروپا درگیر کرونا بود. بله، نامه رو همکاران من انداختن که شما مطلبه کردید. در اون مقطع اونها درگیر کرونا نبودن، مسئله جدی تلقی نکردن. ما توصیه کردن شما رویدادها رو ادامه بدید، ما حمایت خواهیم کرد و اگر مشکلی باشه برای شما حل می‌کنیم. اما با اتفاق جدیدی که در یک دو هفته اخیر در اروپا افتاد، مسیر رو تغییر داد. با اعلام عدم حضور کانادا و استرالیا شبه جدیدی وارد شد، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپا، ایتالیا موضع گرفت. ارزیابی ما این است که با ضریب 80% این رویداد بزرگ جهانی که 26 کشور در عضویت دارن به تأخیر خواهد افتاد. دو سناریو مطرح است، برگزاری تا پایان سال میلادی، بله، یا برگزاری در تابستان سال آتی. در هر دو فرض ما امکان ادامه وضعیت رو نداشته و نداریم. تمام اردوها رو تعطیل کردیم به خاطر توسعه وزارت بهداشت. تیم هایی که خارج کشور داشتیم، عملا همه رویدادهای ما، کاراته ما، حتی جالب اینجاست که ما تلاش کردیم آقای کیخا و همراهشون رو فرستادیم استرالیا، از استرالیا برگردوندیم به ترکیه که اینها داخل کشور نیان که بتونن برن در باکو در فینال شرکت کنن. بازی آغاز شد، آقای کیخا صعود کرد به فینال. در لحظه فینال دولت آذربایجان رویداد لغو کرد و همه تلاش‌های فدراسیون و ما که انجام داده بودیم، خب شما می‌دید دچار چالش شد. هم وضعیت پشتی داره، هم وضعیت وزن برداری. لذا مجموعه رصدی که ما روزانه انجام میدیم به صورت دقیق کشورها دنبال میکنیم این هست که طی یک دو سه هفته آینده کمیته بین‌المللی المپیک به صورت آنلاین با همه اعضای تجاری که 115 نفر هستند یک رویداد جلسه آنلاین برگزار خواهد کرد. در اون جلسه تصمیم گیری خواهند کرد راجع به نحوه برخورد با این پدیده. ارزیابی ما و بسیاری از کشورها این است که این رویداد الزاماً به تأخیر خواهد افتاد. بله، خیلی واقعا شرایط سختیه، به خصوص برای ورزشکارهای عزیز کشورمون که زحمت کشیدن سالیان مختلف که به این رویداد مهم برسن. آقای صالحی امیری، شایعاتی هم مطرح شده بود که شما هم به این بیماری دچار شدید و مبتلا شدید، واقعا صحت داره؟ واقعش اینه که
من هر روز سر کار بودم تا چهارشنبه عصر ساعت 8 و لطف الهی بود که من سالم هستم. آن چیزی که هست این است که ما همه خادم مردم هستیم. نه شایعه بود که یکی از خبرگزاری ها اصرار داشت که بگیم من و وزیر ورزش مبتلا شدیم، ولی واقعیت اینه که من هم تست گرفتم و هم خدا رو شکر در سرکار بودم. الان هم که من در منزل قرنطینه هستم به صورت دائم دارم مسائل رو رصد میکنم با رؤسای فدراسیون ها، با مسئولین زیرفت در ورزش، و برای ما این لحظات بسیار اهمیت داره. شما میدونید که تمام قهرمانان ما، تمام المپیان های ما، همه آرزوشون اینه که بتونن در المپیک بدرخشن. برای ما هم حیاتیه و رضا ما از همه ظرفیت خودمون استفاده میکنیم، وزارت ورزش ما، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون های ما، که بتوانیم احقاق حق ورزشکاران و قهرمانانمون داشته باشیم با حفظ سلامت انشالله. هرچی که خیر هست پیش بیاد. خیلی متشکرم از ارتباطی که با ما برقرار کردید.